اما قبل از انجام این همه کارا در وقت تهداب گذاری این پروژه بزرگ ریاست مرکزی ترتیب دادن یک دعوت بزرگ را به عهده داشت که غیر از مامورین، کارگران و مستخدمین شرکت، میمانان دیگری از دوستان و آشنایان در این محفل حساب بگیرند و هم جمعی از مردمان روشناس آن محل دعوت کردند. برای پیشبرد این کار یک تعداد از مامورین و کارکنان شرکت که من هم در آن جمله بودم وظیفه داشتن این دعوت را ترتیب و تنظیم نمایند. لحاظا همه با هم از سعی تمام کار گرفته یک گده کسی را از عمله و فعله که در بین آنها طباخ ها و پیشخدمت ها وجود داشت و لوازم آشپزخانه، فرش ظرف، میزای غذاخوری، کوچ و چوکی، مواد غذایی و ناشتایی های متنوع از کابل و گلبار نقل دادیم و در یک ساحه خوبی که به آب دریای شتل نزدیک و خیلی سرسبز و مشجر و خوشهوا بود ترتیب این دعوت را به صورت بسیار مجلل گرفتیم. حالا باید بعد از اتمام این همه کارها و اتخاذ آمادگی ها برای تهداب گذاری فابریکه به روزی که تعیین شده بود شخص ولاشان صدر اعظم سردار شاه محمود خان تشریف می آورد و در حالی که دولت هیچ رولی در این کار نداشته و همه ای امور مربوط به پلانهای انکشافی و مفید مؤسسه شرکت نساجی و ابتکارات شخص عبدالمجید خان زابولی بود و تمام زمینه مالی آن از طرف شرکت نساجی تهیه شده بود، به صورت دستوری به دست مبارک ایشان تهداب گذاری می گردید. طوری که قبلا تذکر رفته، آقای عبدالمجید خان زابولی بعد از این که با دولت مقاطع نمود رسپار یورپ گردید، دیگر برای سالیان بسیار متوالی به افغانستان بر نگشت، ولی کارهای مؤسسات ملی را که مافی سابق به وجه نیکوتر از طریق نمایندگی بانک ملی در شهر مونیچن مملکت آلمان غربی هدایت و انجام میداد. لذا آقای محمد عمر خان کفیل ریاست بانک ملی به نیابت آقای زابولی در کابل برای کارهای دیگر امور تشریفاتی همچون محافل را نیست به عهده داشت. برای برپایی محفل روز موعود سر رسید، در حالی که رؤسا و مامورین بلندپایه شرکت نساجی و بانک ملی همه بر ریاست کفیل بانک ملی آقای محمد عمر خان انتظار آمد آمد و تشریف آوری جناب صدر اعظم را در ساحه‌ای که مراسم در آنجا صورت می گرفت می کشیدن، دو طرف جاده عمومی از طرف سپاهیان و صاحب منصبان مسلح نگهداری و دیدبانی میشد. یک تعداد زیاد پلیسا با یونیفرم پلیس و یک گده دیگر البسه غیر یونیفرم به نام پلیس مخفی در اطراف اکناف و گوشه و کنار ساحه، بعضی بالای درختان و برخی در زیر و قرب درختان کشیک میدادن و مستقبلین را مراقبت میکردن. بالاخره موکب جناب صدر اعظم با جمعی از هیئت کابینه به سواری موترهای رسمی از مسافت خیلی دور به نظر رسید. مگر قبل از این که این قافله به آخرین استیشن خود برسد و من با بعضی از مامورین دیگر شرکت مصروف سرکشی از میزای خوراکه بودم، دیدم آقای سالمات خان حنیفی به جانب من روان است و معلوم میشد با من گفتنی دارد. لذا من هم جانب ایشان چند قدم پیشتر رفته فکر کردم کدام هدایتی دارد. وقتی با هم خیلی نزدیک شدیم، دست خود را بالای شانه من انداخته و یک چند قدم که با هم از جمعیت دورتر رفتیم به صورت بسیار محرمانه اظهار داشت: خالد جان، بسیار معذرت میخوام، برایتان بگویم که آقای محمد عمر خان کفیل ریاست بانک ملی برای من هدایت داد تا پیام ایشان را مبنی بر این که در وقت تشریف آوری صدر اعظم شما در صحنه نباشید و کوشش کنید از انظار عمومی به دور بمانید، برایتان برستم. من در حالی که شنیدن همچون یک خبر باطنم خیلی متاثر و یک بار دیگر واقعا از این حرکت به نظر من غیر عادلانه
و نیانکتی به نظر من غیر عادلانه قلبن مایوس کردیدم، ولی ظاهرن به چهره خود نیاورده. در جواب گفتم بسیار تشکر میکنم از شما، خوب شد مرا ملتفت ساختید. من خود هم اراده نداشتم در ساعتی که مراسم صورت میگیرد حاضر باشم. حالا غیر از این که به آن محل نزدیک نمیشم، راستش را میپرسید از کارهایی که با همکاری سایر رفقا انجام دادم خسته هم شدم. میخوام از سایر کاران خیلی دور برم که به چشم احدی نخوره. آخه نفی مثلی که حالت درونی مرا خوانده باشد، با هزار چند جمله دلجویانه که فکر میکرد موجب تسلی من شده باشد، خیلی خوب گفتم پس به جمعیت مستخدمین پیوست. من هم از این فرصت استفاده نموده، نه تنها از محلی که جناب ولاشان زاد ازم سنگ تعداب فابریکه رو گذارد بدور رفته، بلکه از جمع کارکنان و ازدهام آنجا خود را کنار نموده. کنار دریاچه شتل گلوار بالای یک تخت سنگ نشسته و به یاد لامارتین نویسنده شهید فرانسه با اثر معروف موصوف به نام خطاب به دریاچه و کتاب نغمات شاعرانه ای و افتاده با آبای خروشان دریاچه شتل، نجوا کنان به بیعدالیتای روزگار و خصوص به واکنش دوره استبداد در برابر خیش محافظه‌کاری کسانی که صاحب رتبه و قائم معتبری بودند میاندیشیدم. تا زمانی که مراسم به پایان رسید و جناب صدراعظم با آیت مئیتی خود بعد از صرف یک نوشیدنی مختصر منطقه گلوار را ترک نمود، من از انظار عمومی دور بودم و بعد از آن وقتی فهمیدم اثر از نقش پالی پای عالی جنابان دیگر در ساحه دیده شده نمیتواند، خود را به حلقه رفقا و همکارانی رسانیدم که همه با هم با صمیمیت و خنده مزاجهای شیرینی داشتن و من توانستم با آنها مصروف شم و تأثیر این حرکت ناجوان مردانه را از کله خود دور نموده و به فروش و به فراموشی بسپارم و دوباره خود را در بین آزادگان به حیث یک شخص آزاد محسوب کنم. سخن از محافظه‌کاری بعض از شخصیت‌های محترم و بزرگواران است، ولی من آنها را کاملا حق به طرف می‌پنداشتم، زیرا آن همه اعدام‌های ظالمانه و بدون محاکمه نادرشاه به درآویختن نپی در پی اشخاص بیگناه و به زندان انداختن های طویل المدت و مادام العمر طبقه روشن فکر، هم از پیر و جوان، شکنجه ها، تجرید و کودک قفلی ها، زندانی ساختن زن ها، دختران جوان و اطفال صغیر، صغیر خانواده ها، محروم ساختن اطفال خانواده های درد رسیده و محبوس از مکاتب و غیره، مظالم وحشیانه مادر شمکان، نه صدر اعظم و کلمونار ساختن شما محمود خان زمانی که وزارت دفاع را به عهده داشت، فضای مملکت را به کلی تیره و تار ساخته و نشریات روز به دستور خانواده حکمران خانواده‌ای را که طرف ظلم و بی‌عدالتی‌های دولت خودکامه قرار گرفته بودند به حیث دشمنان دائمی و اصلی آنها معرفی و بر ضد مظلومان و ستم دیدگان پیوسته نشرات و تبلیغات سو می نمودند. لحاظا این همه تعامل غیر انسانی که از طرف دولت به صورت مکرر بر مردم نجیب افغانستان جریان داشت، مردم به صورت عموم از دولت احساس ترس و دهشت نموده حق داشتن در چین موارد محافظه کار باشند. چنانچه این مطلب بعد از گذشت سالهای زیاد زمانی برای من بیشتر معلوم شد که بعد از تلاشا و تقاضای مکرر در جریان 8 سال دیگر و جواب منفی شنیدن ها، بالاخره در سال 1341 خورشیدی برابر به 1962 عیسوی موفق گردیدم پاسپورت به دست آوردم و به دیدن پدر و باقی اعضای خانواده خود به آلمان مسافرت کنم. البته جریان پاسپورت گرفتن من هم داستانهایی دارد که بعداً در آن باره تفصیل خواهم داد. حالا میپردازم به شرح اصل موضوع. محافظه‌کاری مقامات و شخصیت‌ها. روزگارانی که برای من دیدار و همصحبتی پدرم موهبت گردیده بود، در خلال صحبت‌های دیگر
یک روز نام از آقایون مادمر خان و مادی اصیل خان خانوادهشان برده شد که به کدام پیمان مناسبات نزدیک و صمیمیت با پدر من داشتند. حسب گفتار پدرم مرحوم غلام سیدی خان چرخی آقای مادمر خان کفیل ریاست بانک ملی یک سال به آلمان مسافرت نموده تا از کارهای نمایندگی بانک ملی که در اوایل به شهر مینشن و بعداً به شهر هامبورگ منتقل گردیده بود ورسی نماید. بعد از انجام کارها و سرکشی از نمایندگی های بانک ملی تلفنی با من در تماس آمده و خواهش نمود که اگر من وقت داشته باشم به شهر برلین آمده و چند روزی را با من بگذران. من هم در آن فرصت کدام برنامه به خصوصی نداشته از این اراده اینه و واسه نیت دوست قدیمی خیش استقبال و برای پذیراییشان آمادگی خود را نشان داد. سخن کوتاه که آقای محمد عمر خان به وقت معین به شهر برلین آمده و من او را شخصا از ایستگاه قطار شهر برلین گرفته و به منزل آورد. واقعا چند روزی را با دوست دیگرم خیلی خوش گذشتاندیم. صحبت های متنوعی از گذشته ها با هم داشت. یک روز صحبت از تو در میان آمد و من گفتم خوشبختم که پسرم خالد نزد شما کار می. خداوند عنایت فرماید تا نام برده کارهای معول را به خوبی انجام دهد و اسباب رضایت شما و سایر کارفرمایان خود را فراهم ساخته بتواند. آقای مادمر خان بر علاوه اظهارات دوستانه و صمیمانه و خرسندی که از روز اول از شناسایی و معرفت من برایش دست داده بود گفت راستی بیادم افتاد و از شما معذرت میخوام که من یک دو هفته او را در انتظار گذاشت. با وجودی که شاه محمود خان در پای عریضه او اجازه کار را منظور و امضا نموده بود که نام برده میتواند بعد از این به هر اداره ای که خواسته باشد برای خود وظیفه سراغ نماید و در آنجا مصروف کار گردد و من مطمئن بودم که آن ورقه حکم یک جواز کار داشت و به ویزای شخص صدر اعظم مزین بود. ولی باز هم از احتیاط زیاد در جریان همان یکی دو هفته کوشش کردم خود را به جناب صدر اعظم شاه محمود خان برسانم. در ضمن دیگر کارهای بانک ملی که وظیفه داشتم آن را به اطلاع ایشان برسانم. موضوع مراجعه و درخواست کار پسر شما خالد جان را هم با ایشان در میان بگذارم و شخص صدر اعظم بالمواجه در آن باره هدایت بگیرم تا در آینده برای من کدام مسئولیت پیش نیاید. لذا ورقه عرض و امر ایشان را از دوسیه کار خود بیرون آورده جلوی روی ایشان گذاشته گفتم یک پسر جوان خود را به نام خالد پسر غلامسی خان سابق وزیر خارجه معرفی نموده تقاضا نموده به یکی از مؤسسات ملی برایش ماموریت بدهم. ولی من با وجود آن امر شما را که در پای عریضه نام برده تحریر و به امضای شما رسانیده شده بود خواندم. بازم چون فهمیدم آن پسر به کنام خانواده ارتباط دارد خواستم یک مرتبه از نزدیک قضیه را خدمت شما به عرض برسانم و خواهان هدایت شوم. بعد از آن آقای مادمر خان علنان بود که صدر شما بود خان از شنیدن گفتار من اظهار خوشنودی نموده گفت بلی من برایش امر و اجازه کار را منظور نمودم. خوب است که به شما مراجعه نموده و شما هم کوشش کنید گور نزد خود نگاه داشته و برایش یک کار بدید. بعد از آن با اطمینان تمام و فراغ خاطر او را به شرکت نساجی کاینده خوبی در قبال دارد معرفی نمودم و تا جایی که ادلا دارم ماشاءالله در کارهای خود موفق است. چی میکردم؟ راستش من از این خانواده حکمران میترسم. شما خود میدانید که اینها چگونه مردم هستند. خلاصه به این ترتیب مردم از دولت خوف و ایراس زیادی داشتند و جزئی ترین امور و مواردی که بتواند طرف عدم رضایت مقام بالا گردد و یا خاطر عاطل را احتمالاً مکدر سازد خسترانه دست نمی زدند و یا واضح تر بنویسم اجازه دست زدن را نداشتند. تصاحب ملکیت ها از طرف دولت و استفاده از بیت المال. دولت در مقابل مردم حکم یک هیولا را داشت و سرزمین مملکت را مال خود می دانست و اعضای خانواده هر یک به میل خودش زمینایی را که بهترین موقعیت در شهر کابل داشت اشغال و بدون قباله خرید و فروش از طرف شهرداری و
یا مردم بالای آن زمین ها منازل و تعمیرات مجللی برای خود می ساختند. همچنان زمین های زراعتی باغای مشجر مردم را در هر گوشه و کنار مملکت که طرف توجه خاندان حکمران قرار می گرفت در بدل یک قیمت ناچیز که اصلا صاحبان زمین با آن تزاید نداشتن جبران در اختیار خود در می آوردن و حدی را از این هم قدرت سرکشی نبود. زمین های زراعتی موروثی و منازل نشیمن اشخاص وطنخواه و روشن فکر که خود آنها به صورت بسیار بی‌رحمانه قربانی خودخواهی ها و عقده های شخص خانواده حکمران قرار گرفته بودن اولا به نام دولت ثبت و غصب می گردید و بعدا یکی از صاحب رسوخان خانواده سلطنتی آن را تصاحب می کردن. امام شاه یعنی سردار مادرشم خان، سردار شاه محمود خان و سردار شاه ولی خان به زعم خودشان بر این باور بودن که آنها مملکت را از دست شورشیان حبیب الله خان کلکانی مشهور به بچه سخا نجات دادن، لحاظ تمام سرزمین افغانستان از آنهاست و مردم افغانستان همه برده و کارکنان دولتی و غیر دولتی همه و همه خدمتکار خانواده می باشند. پوست های مهم دولتی چی در داخل مملکت و چی در خارج مملکت به یکی از اعضای خانواده حکمران ارزانی می شد. والی های شهرستان ها اگر از منصوبین خانواده سلطنتی دیگر سراغ نمی بود می باید از قوم محمدزایی که مربوط به قوم خانواده حکمران می گردید از تقرر حاصل و ایراز موقعیت می کردند. اعضای خانواده العموم و بسیاری از خانواده های دور و نزدیک خانواده سلطنتی از مسئول گمرک، مسئول برق، مالیه زمین و غیره و جایی به مقررات تکس دولت معاف بودند. بر علاوه امتیازاتی که ذکر کردید، خانواده دور و نزدیک منصوب به خانواده سلطنتی مربوط به خانواده سلطنتی معانه حقوقی به نام معاش مستمری به صورت نقد و مأکولات طرف ضرورت یک ماه را به صورت جنس از وزارت دربار به دست می آورد و اگر آدم موتر خدمتی با رانندگان و کوپون پترول مصارفاتی از طرف وزارت موصوف در اختیار آن خانواده می بود و این همه مبالغ انگفت از بودجه دولت که از عایدات گمرک، مسئول صفایی، مسئول آب و برق و مالیه‌گیری از مردم غریب به دست می آمد و بر ملت بی‌بضاعت افغانستان تحمیل بود تادیه می شد. در این راستا می خواهم از قول یکی از اعضای بسیار نزدیک خانواده سلطنتی که در سالیان بعد با من شناسایی و آشنایی نزدیک پیدا کرده بود حکایتی را در میان آرم که مایده جریانات فاق می باشد. سردار محمد ولی جان یوسف پسر سردار محمد علی خان یوسف عموی ظاهر شاه که در جوانی فوت کرده بود یک روز در حلقه رفقا که من هم در آن جمله میمان بودم می گفت هفته گذشته وزیر دربار سلطنتی سردار محمد علی خان به منظور دیدار از مادرم خانه ما آمده بود. معاش و مأکولات مستمری مادرم برای یک مدت که تقریبا 2-3 ماه را در بر می گرفت برایش نرسیده. در ضمن قصه های دیگری که با هم داشتن مادرم از وزیر دربار سلطنتی سردار محمد علی خان پرسید جناب وزیر صاحب تقریبا 3 ماه می شود که معاش ها و مأکولات ما نرسیده، علت آن چی می باشد؟ وزیر دربار در جواب گفت ببخشید بیبی جان، تا این روزای آخری بودجه وزارت دربار اما به مصرف رسیده و در حساب پول نیست و از این لحاظ معاشات و مأکولات مستمری چندی به تأخیر افتاده و اجرا نشده است. مادر سردار ولی جان نیوسف بنام بیبی خوری جان که یک خانم بسیار با دیسیپلین و به اصطلاح درشت و درست بود و از جانب همه اقارب و دوستان احترام زیاد نگدید، بازم پرسید از اینکه وزارت دربار بودجه خود را به مصرف رسانیده است تکلیف ما چی می شود؟ وزیر دربار سلطنتی شانه های خود را بالا انداخته پاسخ داد بیبی جان
چی باید کرد؟ بی بی خوری جان هم متقابلا چانه های خود را بالا انداخته گفت وزیر صاحب استعفا باید کرد. من هم شخصا از این خانم باوقار که همه ایشان را خاله خوری جان می گفتن یک خاطره دارم. یکی از روزای تابستانی که گرمای شهر کابل با آخرین مدارج خود رسیده و احمد عیسی جان یعقوبی مدیر سینما پارک پسر مامان اتفاقا هم با من بود، خواستم برای ساعت چند جانب پغمان یک منطقه سرسبز مربوط ولایت کابل بوده و تقریبا 16-20 کیلومتر از شهر کابل فاصله داشت رفته و از هوای سرد آن منطقه استفاده نمایم. در از راه به این فکر افتادیم که دوست ما آقای سردار ولی جان یوسف را هم با خود بگیریم. لذا با یک قرار موتر مستعمل که در اختیار داشتم جانب منزل موصوف که در شهر نو کابل واقع بود روانه شد. وقتی به منزل ایشان رسیدیم آقای سردار ولی جان از دیدن ما خیلی خرسند گردیده و استقبال نیکی به عمل آورد. ما از تصمیم خویش برایش گفتیم که اراده داریم جانب پغمان بریم و آیا او هم میخواهد با ما بیاید؟ در جواب گفت با کمال خوشی ولی بیایید چند دقیقه با هم بنشینیم. امروز مادرم به منزل ما تشریف آورده، ممکن است بعد از نیم ساعت ما را ترک کند. مادرم امروز نهار را با ما صرف نموده و من به عادت ایشان بلدیت دارم که در وقتی که هر وقت به دیدن ما و بچه ها می آید همین دو سه ساعت را با ما می گذراند که حالا وقت ایشان تمام شده. سپس من و عیسی جان یعقوبی و میت ولی جان داخل اتاق نشیمن رفته و از جانب او و محترمه مادر ایشان ملقب به خوری جان که خانم معمر را با وقاری بود معرفی کردید. ما دو نفر دستان ایشان را به رسم احترام و جناب ایشان سر صورت ما را با محبت تمام بوسیده و شناسایی ما اظهار خرسندی نمود. بیبی خوری جان خانم کاکای زارشا خانم خیلی خوش‌صحبت و صاحب ظرافت به خصوصی بوده و بازی شطرنج دسترسی خوبی داشت. کوتاه سخن این که در خلال سایر صحبت ها و در ظرف همان وقت کوتاه سخن از بازی شطرنج به میان آمد و خاله خوری جان از بازی شطرنج خود با سردار محمد نعیم خان که در آن وقت وزیر صاحب وزیر خارجه بود حکایت نموده گفت هر وقتی که من با سردار محمد نعیم خان بازی شطرنج را طرح میریزم سردار با نعیم خان پیوسته تلاش میکند تا هر چه زودتر وزیر مرا از بین ببرد. نمیدانم که با موره وزیر وزیر شطرنج با موره وزیر شطرنج من چه دشمنی دارد. من قبلا از سردار ولی خان ولی جان پسر ایشان به دفعات شنیده بودم که خاله خوری جان مادر ایشان به ظرافت کلام بسیار علاقمند می باشد. لذا بلا وقفه و به صورت مطایبه در جواب ایشان اظهار نمودم که خاله جان خیلی پوزش می خواهم. من دلیل این عمل را می دانم. دیدم خاله خوری جان از این سخن من خیلی خوشنود شده و با ولی تمام پرسید زود باش بگو پسرم دلیل آن چی می باشد؟ من گفتم بازم بسیار معذرت می خواهم ولی قراره که شنیده می شود جناب سردار نعیم خان وزیر خارجه در مقابل کلمه وزیر حساسیت داشته و هیچ وزیر دیگری را در پلوی خیش دوست نداشته و دیده نمی تواند. ولو این که آن وزیر از آج، چوب و یا پلاستیک ساخته شده باشد و موره شطرنج باشد. خاله خوری جان وقتی این جمله را از من شنید بی محبا به خنده بلند شروع نموده که ما با هم با ایشان خندیدن و این خنده دست جمعی لحظات دیر دوام پیدا کرد. بعد از آن خاله خوری جان مرا مخاطب قرار داده فرمود بیا پسرم که رویت را یک بار دیگر ببوسم. تشکر میکنم که تو این راز را برای من افشا نمودی. واقعا این امر درست است و من سردار نعیم خان را خوب میشناسم. با ختم این جملات خاله خوری جان از جا بلند شده در حالی که هنوز خندهش ادامه داشت با هم خداحافظی نموده به عقب موتری که از طرف وزارت دربار سلطنتی در اختیار داشت نشسته بر راننده خویش هدایت داد تا جانب منزل ایشان که در یک منطقه دیگر شهر نو واقع بود حرکت نمود. منظور از ذکر این مطلب که مرا از موضوع لحظه
طرفه برد این است که بر علاوه سردار محمد ولی جان یوسف برخی اعضای دیگر خانواده شاهی هم مسلماً اعمال نادرست و ناشایست موره های اصلی خانواده حکمران را نکوهش نموده و در برابر انحرافات آنها واکنش نشان می دادن. مثال هایی داریم از چند شخصیت هایی که تحمل قبول این وضع را نداشتند. مثلا زواتی که شهامت بخصوص از خود نشان داده و آن هم خود کاملی های دولت را در هر امر پذیرفته نمی توانستن و از کابینه سردار شامت خان کنار رفتن، اول عبدالمجید خان زابلی وزیر اقتصاد ملی و انجینیر امین الدین خان نشانسب وزیر زراعت بودند که قبلا در آن مورد تفصیل داده شده است. بعد از آن دکتر نجیب الله خان تورویانا وزیر معارف که به سفیر افغانی به واشنگتن ایالات متحده امریکا تعیین گردید و بعد از ختم ماموریت دیگر به افغانستان برای بعد بر نگشت. شخصیت دیگر جناب عبدالملک خان عبدالرمزی بود که وزارت مالیه و وزارت اقتصاد را به عهده داشت و هر دو وزارت را با طرح پلان 5 ساله و پروگرام‌های مترقی و نرم‌های مدرن بین‌المللی به صورت بسیار جدی پیش می‌برد و از صلاحیت قانون این اساسی و پلان 5 ساله مرتبه ایشان آن را مجاز می‌دانست کار می‌گرفت. این وزیر فعال و دانشمند در اثر یک برخورد و معارضه‌ای که بین او و سردار مانعیم خان وزیر خارجه روزی در مجلس وزرا روی یک موضوع داخل اجندای مجلس به وقوع پیوست طرف غضب و ظلم قرار گرفت. سردار مانعیم خان در آن موضوع از زورگویی کار می‌گرفت و جناب عبدالملک خان نی عبدالرمزی وزیر مالیه سعی می‌ورزید او را علمان متقاعد بسازد، لیکن این حرکت به شونات سردار محمد نعیم خان برخورده و مجلس را با عصبانیت ترک گفت و از آن اتاق خارج گردید. پس از این برخورد فضای کار روز به روز بین عبدالملک عبدالرمزی و خانواده حکمران به پایمانه آخر تیره گردیده بود تا اینکه بعد از تقریبا 6 ماه اولا بر بدطرفی این وزیر کاردان منجر گردید و متصلن با متهم ساختن یک سلسله اعمال ناشایست که از شخصیت ایشان خیلی دور بوده و گمانن هم نرگز نمی رفت باعث کردید تا مدت 21 سال عمر خود را، یعنی از سال 1336 خورشیدی برابر به 1957 عیسوی تا سال 1357 خورشیدی برابر به 1978 عیسوی در زندان بگذارند. این که در زندان این تحقیقات و بعد از آن بر سر این وزیر دانشمند چه گذشته است و علت اصلی اختلافات نظر ایشان با دولت چی بوده، امیدوارم یکی از فرزندان مشاوران لای از روی یادداشت‌های شخص جناب عبدالملک خان حقایق را برملا سازد. برمیگردم به دیدن سیر زندگی و خاطرات شخصی خودم. شیلر آلمانی را عقیده بر این بود که انسان‌ها با آرزوهای مترقی خیش یک جا بزرگ می شوند. من هم بعد از این که یک مدت آزادانه کار می کردم و با طبقات مختلف کشور آزادانه در تماس بودم، با وجود این که خوب می دانستم در قطار مردمان ممنون خروج از مملکت قرار دارم، بازم فکر می کردم شاید حالا دولت حکمران از خیره نگاهی کار نگرفته و از کینه ورزی های خیش منصرف شده باشد. روی این امیدواری ها هر سال طوری که معمول بود به ولایت کابل مراجعه و تقاضانامه راجع به عکس پاسپورت تقدیم می نمودم. بعد از گرفتن امر والی یا قماندان امنیه به این مضمون که طبق مقررات اجرا شود و این امر یک عمل روتین بود که صاحبان امر اجازه آن را داشتند و در پای عریضه هر یک از عارضین بنویسند، چون مطمئن بودند که این نوشته متعدد المال بوده و حکم قاطعیت را ندارد. بعد از آن که از دفتر مربوطه پلیس می بایست یک فرمه رسمی که انگیت نام داشت به دست آورده و در آن از تمام شعبات پلیس
که تعداد آن خیلی زیاد بود، تصدیق عدم مسئولیت برای خود و شخص ضامن که تصویر او هم در آن انگیت نصب و شهرت او درج می بود کتبن و با امضای عامرین شعبات حاصل می کردم. سپس این همه اسناد را با سرعت و زحمات زیاد به دست می آوردم، به دفتر مدیریت پاسپورت می سپردم. آخرین مرحله این پروسه این بود که دفتر پلیس می بایست فهرست اسما و شهرت مکمله کسانی را که تقاضای گرفتن پاسپورت نموده و تمام مراحل لازمه را تایید نموده بودند، زمیمه یک مکتوب رسمی بر ریاست ضبط حوالات صدارت فرستاده و موافقت آن مقام را نیز گرفته و مطابق با آن اجراءات نمایند، زیرا مدیریت پاسپورت صلاحیت صدور پاسپورت را خودسرانه نداشت. ریاست ضبط حوالات در برابر نام هر یک از آریزین داخل آن فهرست فقط از با کار بردن دو کلمه مختصر کار گرفته و می نوشت موافقت داریم، موافقت نداریم. اتفاقا من پیوسته به کلمه موافقت نداریم مواجه می شدم، ولی با وجود این همه پاسخهای منفی از پا نیفتاده سال دیگر باز هم این مراحل را در راه برآوردن آرزو به فکر این که شاید این مرتبه بخت مددگاری کند تای می نمودم، مگر به نتیجه نمی رسیدم. این تب و تلاش ها تقریبا 7 سال دوام کرد و در خلال این سال ها حتی شخصیت های بزرگ که هم نزد دولت مقام و رتبه عالی داشتند و هم نزد من خیلی محترم بودن روی احساسات نیکشان حاضر شدن مرا یاری سازند، اما بعد از آوردن نتیجه مثبت موفق شدن نتوانستند. یکی از این شخصیت ها علی محمد خان وزیر دربار سلطنتی بود. این مرد صاحب احساس ضمن یک مسافرتی که به اروپا داشت خواست به منظور دیدار از پدرم غلام سیدی خان چرخی به شهر برلین رفته و ایام چندی را بنابر آشنایی‌های نزدیکی در گذشته داشتند با هم بگذرانند، ولی من از این جریان که علی محمد خان وزیر دربار چه وقت به دیدن پدر من رفته و کدام وقت به افغانستان برگشته بود اصلا اطلاعی نداشتم و از موضوع کاملا آگاه نبودم. در جریان یکی از این روزهای کار آقای صاحبات خان عکاس رسمی علازت امالله خان که یکی از دوستان مشترک پدرم و آقای علی محمد خان وزیر دربار سلطنتی بود با من هم خیلی محبت داشت و من همیشه به دیدن ایشان می رفتم، بخصوص در روزگارانی که وضع صحی ایشان خراب شده بود و از وی بیشتر خبرگیری میکردم. و دفتر من در شرکت نساجی با من تلفنی صحبت نموده و بعد از اول پرسی دوستانه از من خواهش نمود اگر کدام گرفتاری دیگری نداشته باشم. بعد از فراغت کار و قبل از این که جانب منزل خود برم سری خدمت ایشان بزنم، من هم با اطمینان از این امر بعد از این که از وقت رسمی کار تمام شدم به فکری که ایشان راجع به دکتر معالج جواز صحی خود که عموماً صحت که عموماً در آن باره با من صحبت می داشت مطلبی را در میان خواهد گذاشت، کوشش کردم هر چه زودتر خدمت ایشان برسم. خلاصه کلام وقتی با هم روبرو شدیم ملتفت شدم تصوری که من از این ملاقات داشتم نادرست بود. آقای صاحب دادخان بر سبیل عادت همیشگی از دیدن من خیلی هزار خرسندی نموده، بعد از اول پرسی به صورت بسیار رازدارانه هزار نمود علت زحمت دادن شما امروز که خواستم نزد من بیایید مطلبی است که می خواهم از نزدیک با شما صحبت نمایم، زیرا توسط تلفن آن را برایتان گفته نمی توانستم، مگر قبل از آن که از من بشنوید خواهش میکنم این راز تنها بین من و شما باشد و به احدی از خانواده گرفته تا دوست و آشنا پیش از انجام کار اظهارات پیش از وقت ننمایید. آقای صادق خان که سالیان درازی را در دربار شاه گذشتانده و همیشه را
با درباریان تماس ها داشتن شخص فوق‌العاده دوراندیش و ملاحظه‌کاری بود و در هر امر از احتیاط زیاد کار می گرفت. حتی در همان روزی که با من قرار داشت هیچ یک از اعضای خانواده خودشان در منزل حضور نداشت. تنها یک نفر ملازم ایشان بود که یک بار دروازه را برای من باز نموده و بار دیگر به اتاق نشیمن داخل شده و یک گیلاس نوشیدنی بالای میز پلوی دست من نهاده و به هدایت سایبداد خان خانه را تنها گذاشت. سپس آقای سایبداد خان بعد از لحظه چند خاموشی دوباره و سخن گفتن آغاز نموده گفت: دیروز دوستم علی محمد خان وزیر دربار به عیادت من می آمد و در پلوی دیگر گفتنی هایی که با من داشت از سفر آلمان خود و از این که بعد از سالیان دراز به دیدن وزیر صاحب در شهر برلین رفته و یکی دو روزی را با ایشان گذاشتانده و از این دید و دید خیلی خرسند بود قصه های جالبی نبود. منظور از کلمه وزیر صاحب پدر من بود و آقای سرداد خان همیشه پدرم را به نام وزیر صاحب یاد میکرد، زیرا در عهد سلطنت آلازت مالله خان پدرم وزیر امور خارجه بود و با هم آشنایی و رفاقت خوبی داشتند. آقای سرداد خان به سخن خود ادامه داد و گفت: جناب وزیر صاحب دربار اولا از سرپندی پدر محترمتان اطمینان کامل داد که برای من و شما نعمت بزرگ خداوندی است. بعد از آن علانه بود که من از دوست دیرینه خود وزیر صاحب که بعد از عمرها دیدارشان برای من میسر گردید در زمان اقامت خود در برلین خیلی لطفه ها و مهربانی ها دیدم که مقابلتاً در پایان این دیدار از ایشان پرسیدم برای من اگر امری در افغانستان داشته باشید بفرمایید خیلی ممنون میشم. دوستم پاسخ داد: خیلی ممنون، کاری ندارم و اسباب زحمت شما نمیشم. ولی من باز هم استار ورزیده گفتم تعارف نکنید، به حیث یک دوست و به صفت یک رفیق خواهش میکنم بفرمایید ببینم برای شما چه کاری را انجام دادم میتوانم. سپس جناب وزیر صاحب اظهار نمود: حالا که شما اینقدر محبت میفرمایید و استار میورزید، خواهش من از شما این است که یکی از پسران من به نام خالد بسیار آرزو دارد یک بار به دیدن من بیاید، ولی همیشه به مشکل مواجه می شود و به گرفتن پاسپورت موفق نمی شود. اگر شما بتوانید برای موصوف در این دام مساعدت نمایید خیلی ممنون می شم. باقی کدام کاری ندارم و باز هم از لطفتان قبلا تشکر می کنم. با ختم این جملات جناب وزیر صاحب دربار از من تقاضا نمود که شما را پیدا کنم و این مطلب را برایتان گفته و در عین حال یک تقاضانامه راجع به پاسپورت از شما گرفته و خدمت ایشان برسانم. مگر بازم تکرار میکنم که هیچ کس باید از این راز آگاه نشود تا اگر خدا بخواد کار شما به مددگاری وزیر صاحب به دربار به خوبی جا گردد. حالا کوشش کنید هر چیزی تر یک غریزه رسمی به مقام بالا ترتیب و برای من برسانید. باقی من میدانم و کارم. من که غیر از عرض سپاسگزاری و ابراز یک جهان ممنونیت از این همه مرحمت آقای علی محمد خان وزیر دربار و دوست محترم جناب صاحب داد خان گفتنی دیگری نداشتم، وعده دادم که فردا یک وقت ورقه عریضه رسمی تهیه و خدمت شما می آورم. مطمئن باشید فردا یا آن روز طوری که قرار گذاشته شده بود ورقه عریضه خدا خدمت جناب صاحب داد خان تقدیم کردم و می باید یک هفته انتظار میکشتم و بعد از آن مشاورنده خبر میگرفتم. ولی بدبختانه که این یک هفته به هفته ها کشید و از اجرای کار خبری به دست آمده نتوانست، تا اینکه بالاخره پیام ولی صاحب دربار را توسط آقای صاحب داد خان مبنی بر این که متاسفم کدام کاری را در این مورد انجام داده نتوانستم حاصل نمودم. بار دیگر جناب عبدالله خان ملکیار که در زمان صدارت سردار محمد داود خان به حیث معاون صدارت و وزیر مالیه ایفای وظیفه می نمود، مثل جناب علی محمد خان وزیر دربار
در جریان یک مسافرتی که به اروپا داشت از پدر من در شهر برلین هم دیدار دوستانه به عمل آورده و روزگارانی را قرار که ایشان از آن تعریف می نمود خیلی صمیمی و در یک فضای بسیار گرم با هم گذشتانده بودند. جناب عبدالله خان ملکیار شخصا یک انسان خوب، خیرخواه و نیکوکاری بود و تا جایی که من می فهمیدم و برداشت که از اینا به ایشان داشتم نظر بر رویه پیش آمده نیک نزد اکثر حلقه از حلقه های که من می شناختم محبوبیت به سزایی داشت. خلاصه بعد از این که ایشان دوباره به افغانستان برگشته بود یک روز به فابریکه جنگلک واقع گذرگاه که مربوط به شرکت نساجی بود تشریف آورده میخواست برای منزل شخصی خود یک تعداد مبل و فرنیچر سفارش بدهد. شرکت نساجی در دستگاه نجاری و مبل سازی فابریکه جنگلک یک نفر متخصص آلمانی را به نام انجینیر ریف تای سایر پلانهای انکشافی که داشت استخدام کرده بود که کار مبل سازی را به صورت مدرن ورسی و انتظام میکرد. آقای انجینیر ریف شخصا فرمایش ایشان را یادداشت میکرد. من که مسئولیت یک شعبه دیگری آن را به نام شعبه تهیه و فرمایش در آن زمان به عهده داشتم بر علاوه کارهای اصلی وظیفه ترجمانی را هم پیش میبردم. صحبت جناب عبدالله خان ملکیار را برای انجینیر ریف و متقابلن سوالات او را برای معاون صاحب وظیفه مالیه ترجمه میکردم. بعد از اینکه کار سفارش دادن و سفارش گرفتن به خوبی انجام یافت آقای ملکیار دست خود را بالای شانه من گذاشته و یک چند قدم با من از دیگران دورتر رفت و در این جریان برای من محرمانه اظهار نمود که من به همین تازگی ها از اروپا و از نزد پدرتان آمدم و در زمین پیتان داد که از اول سی پدرم از من خواهش نمود فردا قبل از این که جانب وزارت مالیه روان شود یعنی صبح زود به منزل ایشان رفته و صبحانه را با ایشان صرف نمایم و جزئیات موضوع را از نزدیک بشنم. فردای آن روز طبق هدایت جناب ملکیار به منزل ایشان که در منطقه خوب شهر نو کابل واقع بود رفته و در وقت صرف نمودن صبحانه خبرهای نشانت انگیز از ایشان شنیدم. آقای عبدالله خان ملکیار در پلوی سایر اظهارات دوستی ها و صمیمیت ها نسبت به پدرم و از این که به کدام پیمانه خاطره خوشی از این دید و عادید با ایشان داشته صحبت های گرمی با من انجام داده و در پایان برای من گفت من به برادر بزرگوارم پدر شما که خیلی محبت ها در جریان این مسافرت با من نموده است وعده دادم تا برای ایشان یک کاری را انجام داده و از حضور والازد سردار محمد داود خان امر صدور یک گذرنامه را بگیرم. پس اگر شما بتوانید همین امروز یک عریضه رسمی به عنوان مقام صدارت عثمان نوشته و برای من به امارت تی وزارت مالیه برسانید خیلی خوب می شود. آقای ملکیار برلاوه که این دومین مقام دولتی را حائز بود یعنی به ایس معاون اول صدارت در کابینه سردار محمد داود خان از تقرر حاصل کرده بود قرابت نزدیک با سردار داود خان از رهگذر وسطی که بین دختر ایشان و پسر سردار محمد داود خان صورت گرفته بود داشته و رفته و آمدهای زیاد بین این دو خانواده موجود بود. روی این دلایل من فکر میکردم که بالاخره روزگار سازگاری از خود نشان داده و احتمال قوی دارد مطلب به دست آید. از جناب معاون صاحب صدارت و وزیر مالیه با عرض امتنان و سپاس فراوان خداحافظی کرده در پی کاری که هرچی زودتر آن را باید انجام بدم روان شدم. کوتاه سخن بعد از ظهر همان روز عریضه را تهیه و عنوان والاعظمت سردار محمد داود خان تحریر و خدمت آقای عبدالله خان ملکیار در امارت وزارت مالیه تقدیم کردم. آقای ملکیار پس از مطالعه دقیق تقاضانامه من فرمود بسیار خوب
من برایتان به زودی خبر میدم. این مرتبه من با وجود تمام بدبینی‌هایی که در قضیه داشتم، نظر به اهمیت مقام عالی دولتی آقای ملکیار و خویشاوندی ایشان با سردار محمد دلخان امید قوی داشتم که ولاعظمت سردار از لطف کار گرفته و برای من امر صدور یک گذرنامه را اعطا خواهد کرد. واقعا در جریان همین هفته پیام آقای ملکیار توسط آقای محمد اکبر سیفی، یکی از معاونین سیاست نساجی، برایم رسید که به اثر این پیام من باید خدمت ایشان به وزارت مالیه می رسیدم. این پیام برای من اهمیت بسزایی داشت و از تصورم خیلی دور بود که کار من به زودی صورت بگیرد. آن روز نشاط بخصوصی داشتم و در راهی که جانب وزارت مالیه روان بودم به جهان و جهانیان خیش به جهان و جهانیان خوشبینانه نگاه می کردم. شهر و مردم آن به نظرم رونق و نمای دیگر داشت. در آرزوی دیدار پدرم بود که روزگار ما را از هم جدا ساخته بود. فاصله راه بین امارت شرکت نساجی و وزارت مالیه خیلی کوتاه بود و بعد از مدت کمی به آنجا رسیدم و شتابان جانب اتاق وزیر مالیه روان شدم و محافظ دربار ایشان کارت ملاقات خود را سپرده گفتم از جناب وزیر صاحب مالیه تلفنی گرفتم که به صورت عاجل خدمت ایشان برسم. پیاده دفتر هنگامی که وضع شتاب زدگی مرا ملتفت کردید، کارت مرا از دستم گرفته داخل اتاق وزیر مالیه رفته و خیلی زود دوباره خارج شده و در راه بر روی من باز نمود و گفت بفرمایید وزیر صاحب میخواد شما را ببیند. هنگامی که من به اتاق کار آقای ملکیار داخل شدم، ایشان با لطف خاصی که داشت مرا پذیرفت و بعد از یک سلسله اظهارات صمیمیت و محبت ها به پدرم فرمود دیروز من موضوع شما را به حضور ولاعظمت صدر اعظم در حالی که آقای سید الله خان وزیر داخله هم حضور داشت عرضم بودم، ولاعظمت منظور فرمود برای شما پاسپورت داده شود. در این اصلا من به اندازه که شنیدن از این خبر متعجب گردیده بودم که دیگر به هیچ چیز فکر کرده نمی توانستم. حتی به صورت ناگهانه گستاخی نموده صحبت جناب آقای ملکیار را قطع نموده پرسیدم امیدوارم در پای ورقه من عریضه من امر تحریری و امضای ولاعظمت را مرحمتا گرفته خواهید بود. جناب آقای ملکیار پاسخ داد اتفاقا همان روز ورقه عریضه شما را با خود نداشتم، عیبی ندارد، من خودم امر آن را می نویسم. و با این گفتار و پالیدن ورقه عریضه من در بین کاغذها و دوسیه‌هایی که بالای میز ایشان تراکم کرده بود آغاز نموده، بعد از دقایق چند جستجوی دوسیه‌ها و پایین و بالا نمودن اوراق روی میز و پالیدن جعبه‌های میز، متاسفانه ورقه عریضه مرا پیدا کرده نتوانست. سپس گوشی تلفن را برداشته با آقای سیدالله خان وزیر داخله در تماس آمده با آواز بلند که همه سخنان ایشان را میشنیدم، جریان همان روزی را که حضور ولاعظمت صدر اعظم سردار محمد داود خان با هم بودن تفصیل داده و با صراحت تمام یاد دهانی نموده گفت شما تشریف داشتید که ولاعظمت صدر اعظم منظور فرمود که برای خالد پسر غلام صدیق خان پاسپورت داده شود تا به دیدن پدر خود به جرمنی رفته بتواند. این که آقای سید عبدالله خان وزیر امور داخله از آن طرف به تلفن چیگو میگفت من فهمیدن نتوانستم، ولی از گفتار اخیر آقای ملکیار به این جملات که خیلی خوب بسیار تشکر نمود من او را خدمت شما میفرستم، درک کرده توانستم که کار صورت گرفته و وزیر امور داخله گفته های آقای ملکیار معاون صدارت و وزیر مالیه را تایید نموده بود. بعد از آن جناب ملکیار به من گفت شما همین حالا اگر بتوانید نزد وزیر داخله سید عبدالله خان بروید کار شما را اجرا می کند. این صحبت تلفنی معاون صاحب صدارت که بعد از صدر اعظم صلاحیت کامل را در همه امور داشت یک امر قاطع بود که به وزیر داخله ابلاغ گردید.
لذا باز هم من با ادای الفاظ شکران و امتنان از این عمل لطف و مهربانی آقای محترم عبدالله خان ملکیار از جناب ایشان خداحافظی کرده جناب وزارت داخله بر راه افتادم. وزیر امور داخله هم بعد از گرفتن کارت من که در عقب آن نوشته بودم به هدایت معاون اول صدارت آمدم، فوراً مرا پذیرفت. من با قیس عبدالله خان وزیر امور داخله معرفت و شناسایی قبلی نداشتم و اولین باری بود که با ایشان مواجه شدم. این دو وادید بیشتر شیوه رسمیات داشت و جناب وزیر داخله پیش از این که سخنی از من بشنود بعد از تعارفات معموله فرمود معاون صاحب اول صدارت تمام جریان را با وسیله تلفنی برای من هدایت داده است. واقعا من نیز همان روز به حضور ولایت صدر اعظم بودم و از موضوع آگاهی دارم. ببینم کدام امر تحریری هم از حضور معاون صاحب اول با خود آورده اید یا نه. من به پاسخ گفتم جناب معاون صاحب اول ورقه عریضه مرا هر قدر جستجو نمود در بین اوراق خود پیدا کرده نتوانست تا در پایان امری مبنی بر اعطای پاسپورت می نوشت. فلحاظا بعد از اینکه با جناب شما تلفنی صحبت نمود به من هدایت فرمود خدمت شما مراجعه کنم. بعد از آن سخنان آقای سید عبدالله خان گوشی تلفن را برداشته و به والی ولایت کابل میر عبدالعزیز آقا امر معاون اول صدارت را ابلاغ و در پایان گفت عارض نزد شما می آید برایش پاسپورت بدهید. سپس رو با من کرده گفت بفرمایید نزد والی کابل بروید برایتان پاسپورت می داد. با آقای میر عبدالعزیز خان والی ولایت کابل آشنایی خوبی داشتم و روی این آشنایی می توانستم با ایشان صمیمی‌تر صحبت نمایم. علاوه‌تر میر عبدالعزیز آقا باعث والی کابل از سوابق من که درخواست و آرزوی داشتن یک پاسپورت را داشتم و همیشه به محرومیت مواجه می شدم معلومات کافی داشت. وقتی خدمت ایشان رسیدم علاوه بر هدایت وزیر امور داخله تمام گزارش را از اول تا آخر که چگونه جناب معاون صاحب به اول صدارت این موضوع را خدمت سردار محمد داود خان به عرض رسانیده در حالی که آقای سید عبدالله خان وزیر داخله در آن فرصت حضور داشته و ولایت سردار داود خان منظور فرموده تا برای من پاسپورت داده شود. یک یک تفصیل دادم و در آخر هدایت به معاون اول صدارت آقای عبدالله خان ملکیار که ذریعه تلفنی به وزیر داخله ابلاغ فرمود حکایت نموده گفتم متاسفانه جناب معاون صاحب اول ورقه عریضه مرا در بین دوستایی های خود پیدا کرده نتوانست تا در پایان امر تحریری می داد. لحاظا با من گفت هدایت تلفنی من کافیست کار شما اجرا می شود. والی کابل بعد از شنیدن همه جزئیات به موضوع گفت اگرچه وزیر داخله به من در زمینه تلفنی ادای داده ولی اگر شما از ایشان یک امر تحریری می آوردید بهتر می بود. به هر حال خوشبختم که بالاخره مطلوب شما برآمد. شما نزد مدیر پاسپورت بروید من برایش هدایت میدم. پس از آن من هنوز از دفتر کار ایشان خارج نشده بودم که گوشی تلفنشان را برداشته برای مدیر پاسپورت از من نام برده گفت همین حالا نزد شما می آید و شما برایش امر تلفنی وزیر صاحب داخله پاسپورت بدهید. باقی جریان را خودش از نزدیک برایتان توضیح می دهد. آقای شعیب خان مدیر برادر محمد آصف خان قماندان امنیه سابق متصدی مدیریت پاسپورت بوده و با من آشنایی نزدیکتر داشت و در این حال خوب می دانست که در جریان سالهای گذشته چی بر من گذشته بود و دولت حکمران در برابر من چی موقف از خود نشان داده بود. لحاظا انگامی که من به دفتر ایشان داخل شدم با قیافه بسیار شاد مرا مخاطب قرار دادن گفت بگمانم این مرتبه کارت را پخته ساختی بیا بنشین بگو چی کار کردی. من هم تمام داستان را به تفصیل و به صورت دوستانه برای آقای شعیب خان مدیر پاسپورت قصه کردم و ایشان هم عکس العمل خوبی از خود نشان داده گفت حالا وقت رسمی کار تمام شده فردا اول وقت بیا و دو قطعه عکس با خود بیاور من کوشش میکنم هر چی زودتر برایت پاسپورت بدم. راستی وقت رسمی کار با آخر رسیده بود من در جریان همان یک روز
تمام مراحل ابتدایی کار خود را نزد اشخاص بلند پایه دولت در دو وزارت ولایت کابل تعیین نموده و زمانی که به مدیریت پاسپورت رسیدم وقتی کار رسمی نبود. فردای آن روز اول وقت به مدیریت پاسپورت حاضر شدم و دو قطعه تصویر خود را خدمت مدیر پاسپورت تقدیم نکردم. دیدم آقای شعیب خان یک جلد پاسپورت را از جعبه میز کار خود بیرون آورده و نوشتن اسم و هویت من آغاز نمود و در این حال یک فرم انگیت را با پیاده دفتر خود سپرد تا عدم مسئولیت مرا از شعبات پلیس در آن ورقه به دست آورد و حتی زودتر این مراحل را که دستور بود انجام دهد. وقتی که پیاده دفتر میخواست از اتاق خارج شود باز هم آقای شعیب خان تکرارن او را خطاب نموده گفت مواظب باش اگر یکی از شعبات مربوطت تحلل میورزید برایش بگو با من تلفنی در تماس بیاید. باید تا قبل از ظهر همین امروز این کار را انجام بدی و از آمر هر شعبه پلیس امضا گرفته این فرم را برای من دوباره تحویل بدی. سپس رو به من نموده گفت اگر شما کارهای دیگری داشته باشید می توانید حالا بروید کارهایتان را انجام داده بعد از دو ساعت بیایید پاسپورت شما آماده می شود. این ورقه فرم عدم مسئولیت پلیس را که من به پیاده دفتر دادم تا آن را به شعبات مربوطه برده و تصدیق آنها را بگیرد یک عمل معمولی است که باید در دوسیه پاسپورت شما موجود باشد. من می دانم که شما مسئولیت نزد شعبات پلیس ندارید ولی این ورقه اگر در دوسیه شما موجود باشد برای آینده خوب است، زیرا اگر از کدام مقامی در آن باره سوال پیش آید به منفعت شما تمام می شود. اما من به هیچ موضوع فکر نمی کردم و اندیشه دیگری نداشتم، لذا با آقای شعیب خان گفتم خیلی خوب، واقعا کارهای دیگری هم دارم که باید آنها را انجام بدهم، ولی این کاری که نزد شما دارم بالاتر و برازنده‌تر از همه کار است. آقای شعیب خان خندیده و گفت من می دانم که شما در گذشته با کدام پیمانه رنج کشیده اید، ولی این مرتبه دیگر زحمت نخواهید دید و مطمئن باشید وقتی دوباره برگردید پاسپورت شما در اختیارتان گذاشته می شود. در این وقت دیدم مراجعین زیاد دیگر هم در عقب دروازه دفتر پاسپورت بی صبرانه انتظار می کشیدن و من می بایست برای آنها هم نوبت می دادم، لذا اتاق مدیر پاسپورت را ترک نموده دنبال کارهای دیگر روانه کرد شدم. بعد از دو ساعت که دفتر آقای شعیب خان دوباره رفتم، واقعا طوری که برای من وعده داده بود کارهای پاسپورت من انجام یافته بود و آقای شعیب خان آن را به دست خود به من سپرده گفت یک امضای قماندان امنیه باقی مانده که باید شخص خودتان امضای ایشان را بگیرید. بعد از گرفتن امضای قماندان امنیه آن را پس به دفتر من بیاورید که به کتاب صادره ثبت و شماره مسلسل در آن نوشته شود. وقتی که من در طرف دفتر قماندان امنیه ولایت کابل و منظور گرفتن امضای روانه بودم، دیدم جلوی دفترشان یک نوع هرج و مرج به مشاهده می رسید و در این حال قماندان امنیه از اتاق خود خارج و به عجله تمام به موتری که معلوم می شد قبلا آمادگی داشت نشسته و از ایالت قماندانی امنیه خارج گردید. لذا من نتوانستم آن روز امضای قماندان امنیه را حاصل کنم و از موظفین دفتر کار موصول سوال کردم جناب قماندان صاحب کجا تشریف برد و می دانند که چه وقت برمی گردد. یکی از موظفین به پاسخ گفت ما درست نمی دانیم ولی همین قدر فهمیده توانستیم که یک میمان مهم از خارج می آید و قماندان صاحب باید استقبال ایشان می رفت و هیچ نمی دانیم چه وقت دوباره بالای وظیفه می آید. با شنیدن این خبر من دوباره به دفتر پاسپورت رفتم و می خواستم جریان را برای مدیر پاسپورت حکایت کنم. دیدم آقای شعیب خان مشغول جمع کردن اوراق روی میز کار خود است و در عین حال از من پرسید که آیا امضای قماندان امنیه را گرفته اید یا نه. من در جواب گفتم نه خیر. وقتی من نزدیک اتاق کار ایشان رفتم دیدم جناب قماندان امنیه خیلی عجله داشت. با وجودی که مراجعین زیاد در اتاق انتظار منتظر نوبتشان بودند، از احاطه ولایت کابل خارج شد. بعد از آن از محافظ دفتر کار ایشان شنیدم کدام میمان خارجی میاد و قماندان به استقبال ایشان رفت.
آقای شیخان گفت این خبر درست است، من فراموش کرده بودم برایتان بگویم که امروز رهبر اتحاد جماهیر شوروی خروشچف می آید و هواپیمای ایشان به میدان هوایی بگرام پایین می شود. ماموری بلند رتبه تا رتبه مدیریت عمومی ماموران به امر مقام بالا بر پیشواز ایشان در فرودگاه عسکری بگرام حاضر باشند. من هم همین لحظه به آن سو روانه هستم، عیب ندارد فردا بیایید، انشاءالله همه کارها درست می شود. فردای آن روز بعد از آن که به گرفتن امضای قماندان امنیه که آخرین مرحله شرایط گرفتن پاسپورت بود موفق کردم به مدیریت پاسپورت رفتم تا از اتمام کار برای آقای شعیب خان اطمینان داده و بگذارم گذرنامه من در کتاب راجستر ثبت و در آن شماره مسلسل طوری که معمول بود درج گردد. آقای شعیب خان انگامی که پاسپورت رو از دستم گرفت از جعبه میز کار خود یک ورقه را بیرون آورد جلوی روی من گذاشت. وقتی من برون متوجه شدم دیدم مکتوب رسمی ریاست ضبط احوالات بود و در آن نوشته شده بود به مدیریت عمومی پاسپورت ولایت کابل استعلامیه تاریخی شما را گرفتم، به جواب آن خاطر نشان می سازیم که ریاست ضبط احوالات به رفتن خالد پسر غلام رسول خان به خارج موافقه ندارد. محل امضای غلام رسول رئیس ضبط احوالات. از فهوای این مکتوب استنباط شده می توانست که مدیری پاسپورت از فرصت استفاده نموده در آن فاصله دو ساعته که من از ایشان دور بودم استعلامیه عاجل ترتیب داده و آن را توسط یکی از اعضای شعبه خود به ریاست ضبط احوالات فرستاده و تاکید نموده است که در جریان همان روز جوابی به دست بیاورد. البته این کار را برای رفع مسئولیت خیش انجام داده بود، ولی برای من از آن چیزی نگفت. شاید فکر میکرد که وقتی سردار محمد داود خان به این صدر اعظم رفتن مرا منظور فرموده است و معاون اول صدارت و وزیر مالیه و وزیر امور داخله این امر سردار را سلسلتاً به ولایت کابل ابلاغ نمودند، دیگر کدام ممانعتی موجود نخواهد بود. خواندن این مکتوب به اندازه اعصاب مرا خرد ساخت که دقایق چند خاموش مانده و درست فکر کرده نمیتانستم. بالاخره از شعیب خان پرسیدم که مقام رسول خان رئیس ضبط احوالات از مقام سردار محمد داود خان بالاتر است که امر ایشان را نفع میکند. آقای شعیب خان مدیری پاسپورت پاسخ داد: بسیار معذرت میخواهم، مدیریت پاسپورت طوری که دستور مقامات بالاست برای هیچ یک از اتباعی افغانستان بدون استیضان و موافقه ریاست ضبط احوالات گذرنامه صادر کرده نمیتواند. من در حالی که مطمئن بودم این مرتبه کار شما 100% و به صورت اساسی انجام یافته، ممانعت دیگری در این را موجود نخواهد بود، با حکم وظیفه توسط استعلامیه عاجل از ریاست ضبط احوالات طالب معلومات شدم. میخواستم چنانچه مشاهده نمودید هر زودتر کار شما را انجام بدهم، ولی آن طرف قضیه را من هم نمیدانم. به نظر من شما همین دوست نزد وزیر صاحب مالیه رفته و ایشان را از این گزارش مطلع سازید. در این اثنا پاسپورت مرا که از دست من گرفته و روی میز کار خود داشته بود برداشته و دوباره به جعبه میز گذاشت و به این طریق و به این حرکت برای من روشن ساخت که فعلا برای پاسپورت دادن نمیتوانیم. من هم در حالی که مغزم به درستی کار کرده نمیتوانست و چاره دیگر سراغنامی نداشتم، برای نمایی آقای شعیب خان مدیر پاسپورت به صورت هرچه تمامتر جانب وزارت مالیه برای افتادم. از تصادف نیک آن روز به زودترین فرصت موفق شدم که جناب ملکیار وزیر مالیه و معاون صدارت را در دفتر کارشان ملاقات نمایم. زیرا وقتی وزرای دولت به دفتر کارشان می آمدن کارهای زیادی را باید انجام می دادن که سکرتر مخصوص وزارت آن کارها را طبق هدایت قبلی شخص وزیر برنامه ریزی می کرد و علاوه بران در هر وزارت موضوع مجلس و مجلس بازی داخل وزارت به پیمانه زیاد بود که حاجتمندان و مراجعین دیگر نزدتن توفیق می یافتن که به شخص وزیر برسند. وقتی که من به اتاق کار آقای ملکیار داخل شدم، جناب ایشان بالات مخصوص که داشت مرا پذیرفت و بعد از احوال پرسی با احساس از من و خانواده من پرسید کارهایتان درست شد، چی وقت به خیر تشریف میبرید. آقای ملکیار شخصا انسان معذبی بوده و هر کس را به نظر احترام میدید
و خیلی محترمانه پیش آمد داشت و از این لحاظ کسانی که با ایشان شناخت و معرفت داشتن از اصل نیت و اخلاق پسندیده ایشان به نیکویی یاد و ستایش میکردن. هنگامی که جریان کار را از من شنید متعجب گردیده گوشی تلفن را برداشته با آقای غلامرسول خان رئیس ضبط احوالات در تماس آمده. تمام گزارش را از اول تا آخر و این که ولایت در حالی که وزیر امور داخله حضور داشت منظور فرمود تا برای فلان کس مطلوبش من بودم پاسپورت داده شود، مگر فعلا نبردن از من است و میگوید شما موافقه ندارید و این مطلب را ذریعه مکتوب رسمی به مدیریت پاسپورت ابلاغ نمودید. برزن آقای ملکیار خاموش شده مانده و به سخنان آن طرف گوش میداد. صحبت رئیسی تحولات را من فهمیده نمیتانستم، ولی از وضع چهره وزیر مالیه هویدا بود که لحظه به لحظه متعجب تر گردیده و غیر از کلمه بله و بله و بله حرف دیگری به زبان نمی آورد و در آخر گفت من ایشان را نزد شما میفرستم تا از نزدیک با هم صحبت کنید. بعد از ختم صحبت با یک قیافه خیلی متفکر و نگران به من نگریسته گفت که رئیس ضبط احوالات بعد از اینکه تمام جریان را از من شنید بسیار گپ زد و بالاخره اظهار کرد که شما نزد ریاست ضبط احوالات دوسیه دارید. من نمیدانم شما چی دوسیه دارید. من پاسخ دادم که گناه من غیر از این که به سن 6 سالگی به نام زندانی سیاسی به زندان رفته و به سن 20 سالگی از زندان برآمده و 5 سال تمام دیگر را تحت نظارت و مراقبت گذاشتم چیز دیگری نیست و اگر جرم من این است و از این لحاظ دوسیه داشته باشم اعتراف میکنم باقی کدام دوسیه ای ندارم. آقای ملکیار فرمود شما یک مرتبه نزد رئیس ضبط احوالات بروید، شاید غلط فهمی به میان آمده باشد. به هر صورت هرچه باشد برایتان معلوم میشود. وقتی جناب ملکیار این جملات را ادا میکرد من احساس میکردم که ایشان از صحبت رئیس ضبط احوالات هم متاثر گردیده بود و هم متعجب و از وجنات ایشان معلوم میشد که به قول معروف زیر کاسه یک نیم کاسه موجود است. لحاظا من چاره دیگر نداشتم جز این که به هدایت جناب ایشان باید نزد رئیس ضبط احوالات میرفتم. من خوب بعد سلام میتانستم که مانند مراجعات قبلی به نتیجه مثبت موفق گردیدن برای ناممکن بود. با وصف آن در جریان همان روز به دفتر رئیس صاحب احوالات رفتم و با وجود آن که جناب معاون صدارت داستان را ذریعه تلفن برای رئیس ضبط احوالات تفصیل داده بود، یک بار دیگر از آغاز تا انجام موضوعات را برای او به صورت مشروع‌تر به عرض رسانیدم و در پایان گفتم شخص ولایت صدراعظم طوری که جناب وزیر والیه هم همراه شما صحبت نمود دفتر مرا این مرتبه منظور فرموده است. آقای غلامرسول خان بعد از اینکه با توجه تمام به گفتهای من گوش داد و متاسفانه وقتی من از حضور ولایت هدایت خواستم فرمود فعلا معطل باشد. با شنیدن این جمله که فعلا معطل باشد برای من سوال دیگری باقی نمانده بود. لاجرم از جا برخواسته و از دفتر رئیس ضبط احوالات تشکر گفته خارج شدم. بعد از آن معلوم شد که رئیس ضبط احوالات همین جمله آخر را برای آقای ملکیار معاون صدارت و وزیر مالیه در پایان صحبت تلفنی خیش نیز اظهار نموده بود که در اثر آن وضع آقای ملکیار تغییر فاحشی نموده و سلسله گفتار خود را با من کوتاه گرفته و مرا به رفتن نزد رئیس ضبط احوالات توصیه فرمود. خلاصه مطلب بازم حاجت من برآورده نشد و فهمیدم که موقف دولت حکمران در برابر من خانواده من هنوز کوچکترین تغییری ننموده است. ولی